با سلام خدمت همه شما دوستان عزیز، در این برنامه میخواییم در مورد یکی از بهترین راه های کسب درآمد از طریق اینترنت صحبت کنیم. در این برنامه میخواییم در مورد دراپشیپینگ صحبت کنیم و مسائلی که شما باید قبل از وارد شدن به این بیزینس بدونیم. بس با ما همراه باشید. سلام، به شبکه یوتیوب یک فکر نو خوش اومدین. در این کانال ما شما رو با روش‌های جدید کسب درآمد از طریق اینترنت، ارزهای دیجیتال و نرم افزارهای پرکاربرد آشنا می‌کنیم. همه ویدیوهای ما به زبان فارسی و برای همه فارسی زبان‌های عزیز ساخته شده. پس اگه دوست دارین با جدیدترین ها در دنیا آشنا بشین، شبکه ما رو سابسکرایب کنین و با لایکاتون به ما قوت قلب بدین. خیلی ممنون. سلام، مجدد عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز. همطور که گفتم امروز میخوایم در این ویدیو در مورد دراپشیپینگ با هم صحبت کنیم. اولا اینکه دراپشیپینگ چی هست؟ دراپشیپینگ یک بیزنس کاملا آنلاین هست که شما این بیزنس رو از هر کجای دنیا که بخواین وقتی که به اینترنت وصل باشین میتونین کنترل کنین. تنها وسایلی که برای انجام این بیزینس شما لازم دارین یه دونه لپتاپ هست و اینترنت. در این روزها به جای لپتاپ شما میتونین از موبایلتون هم استفاده کنین و یا اینکه از تبلت استفاده کنین. به صورت خیلی خلاصه و ساده اگه بخوام دراپشیپینگ رو توضیح بدم که چجوری کار میکنه، به این گونه هست که شما اول باید انتخاب کنین چه جنسی رو میخواین بفروشین، بعد دنبال این بگردین که چه کسی این جنسی که شما میخواین اون رو بفروشین رو میتونه تولید کنه در کارخونه خودش، و بعد از این که پیدا کردین چه شخصی یا چه کارخونه یا چه شرکتی برای شما میتونه جنس های شما رو تولید کنه، با اونها در تماس میشین و از اونها میپرسین که آیا برای شما حاضرن دراپشیپ بکنن یا نه. اگر جواب اون کارخونه یا اون شخص یا اون شرکتی که جنس شما رو میتونه برای شما تولید کنه مثبت بود و حاضر بودن دراپشیپ کنن برای شما، بعد اون موقع هست که شما میرین وبسایت خودتون رو یا اینکه پلتفرمی رو که میخواین جنس های خودتون رو در اونجا به نمایش بذارین انتخاب میکنین. در اینجا منظورم از پلتفرم وبسایت هایی هست که به شما اجازه میده شما اجناستون رو در اونجا به فروش برسونید، مثلا آمازون یا ای بی یا فیسبوک یا شاپفای یا ایتسی و امثال این وبسایت ها. پس تا اینجای کار شما فهمیدین چه جنسی رو میخواین بفروشین، شخصی رو پیدا کردین که این جنس ها رو میتونه برای شما تولید کنه و پلتفرمی رو که میخواین جنس رو در اونجا به نمایش بذارین رو انتخاب کردین. مرحله بعدی در دراپشیپینگ این هست که شما دیزاین کنین پلتفرمتون رو. اگر وبسایت هست وبسایت خودتون رو دیزاین کنین و به حساب اجناس رو در داخلش به نمایش بذارین، یا اینکه به وبسایت مثلا مثل فیسبوک یا مثلا آمازون یا ای بی مراجعه کنین و اجناس خودتون رو اونجا برای مشتریان به نمایش بذارین. مرحله بعدی این کار وقتی شروع میشه که یک کاستومر یا یک مشتری بیاد در وبسایت شما و اون جنسی رو که شما اونجا به نمایش گذاشتین خریداری کنه. بعد از این که مشتری شما از پلتفرم شما جنس شما رو خریداری کرد، شما میرین به طرف سوپلایر خودتون یا همون کسی که جنس رو برای شما میتونه تولید کنه و جنس رو به قیمت کمتر از ایشون میخرین و به ایشون میگین که جنس رو مستقیم بفرسته به مشتری شما. خب من یک مثال میزنم برای شما که همه اینها برای شما روشن میشه. مثلا شما میخواین یه دونه کلاه بفروشین، پس میدونین که جنسی رو که میخواین بفروشین کلاه هست. خیلی خوب، بعد از اینکه فهمیدین میخواین کلاه رو بفروشین، میگردین دنبال کسی یا شرکتی که کارش تولید کلاه هست و بعد مشخص میکنین که این شخص یا این شرکت کلاه ها رو به چه قیمتی به شما میفروشه و بعد از اون از اون شرکت میپرسین که آیا اونها حاضر هستن این کلاه ها رو برای شما مثلا دراپشیپ کنن یا نه. اگه جوابشون مثبت بود که شما میرین سراغ مرحله بعدی که درست کردن وبسایت یا اون انتخاب کردن پلتفرم هست که کجا میخواین اون جنس خودتون رو برای فروش به نمایش بذارین.
انتخاب کردن پلتفرم برای هر کسی فرق میکنه. ممکنه یکی بخواد در فیسبوک بفروشه، یکی بخواد در آمازون بفروشه، یک نفر بخواد در ای بی بفروشه، یا بعضی ها میخوان در وبسایت خودشون بفروشن، پس میرن در وبسایت هایی مثل شاپفای یا ویکس یا امثال اینها و اونجا شروع میکنن به ساختن وبسایت خودشون. خب حالا فرض میکنیم شرکتی که کلاه‌ها رو درست میکنه هر کدومش رو دونه $10 میخواد به شما بفروشه، پس شما این عکس های این کلاه‌ها رو میذارین در وبسایت خودتون یا پلتفرم خودتون و قیمتش رو به حساب یکم بالاتر از اون قیمتی میذارین که اون شرکت به شما میفروشه. فرض کنین اگه $10 اونها میفروشه، شما قیمتش رو مثلا میذارین $20. و وقتی که یک کاستومر یا یک مشتری اومد در وبسایت شما یا پلتفرم شما این جنس رو از شما خرید، مثلا اون کلاه رو از شما به قیمت $20 اگه خرید، بعد شما چه کار میکنین؟ میرین $10 اون کلاه رو از اون شرکتی که کلاه رو تولید میکنه میخرین و به اون شرکت میگین که مستقیم جنس رو بفرسته به مشتری شما. خب اگه همه این کارها درست انجام بشه، شما در این وسط $10 سود میکنه، چون مشتری شما اون کلاه رو $20 از شما خریده، شما از این $20 رفتین $10 رو دادین به کسی که کلاه رو تولید میکنه و ماقیش رو پیش خودتون نگه داشتین، پس در اینجا سود شما $10 میشه. حالا یک سری خوبی ها و بدی ها داره که شما باید اونها رو بدونید. خوبی هاش در این بالا اینجا من نمایش دادم و بدی هاش در این پایین هست. از بالا شروع میکنیم. گفته که low startup and operation cost، یعنی این که در برای شروع این کار خیلی سرمایه لازم ندارید، چون شما لازم نیست جنس رو قبل از اینکه اون رو به فروش برسونین اون رو بخرید. پس فقط تنها خرجی که شما باید انجام بدین این هست که مثلا وبسایتتون رو درست کنین و بعضی ها حتی همین خرج رو هم انجام نمیدن، میرن در صفحه فیسبوکشون در فیسبوک مارکت اونجا یه دونه اکاونت درست میکنن و در فیسبوک اجناس رو به حساب به فروش میذارن و در فیسبوک اصلا اونها رو چارج نمیکنه بابت این کار. پس خیلی راحت شما میتونین یک جنس رو پیدا کنین از یک شرکت دیگه، ازشون بپرسین که آیا دراپ شیپ میکنن یا نه، اونها اگه گفتن بله ما این کار رو برای شما انجام میدیم، شما میرین اون جنس رو با یک قیمت بالاتر در صفحه فیسبوک خودتون میذارین و اگر در اونجا کسی اومد اون جنس رو از شما خرید، شما فیس فیسبوک رو بهش میدین و بقیه پول رو میگیرین و میدین جنس رو از به حساب تولید کننده میخرین و مستقیم میفرستین به کاستومر. پس خیلی آپریشن کاست ناچیزی داره، یعنی خیلی کم هست که برای اینکه تازه شروع کنین. بعد گفتیم اینجا که demand expected to grow، مثلا خیلی از این به حساب مشتری هاتون رو به افزایش میشه، رو کسانی که دراپ شیپ میکنن و شرکت هایی که دراپ شیپینگ رو قبول میکنن دارن رو به افزایش هست و مشتری ها هم در همون تپ به همون صورت دارن بالا میرن. بعد اینجا گفته no need for physical inventory storage، یعنی شما اصلا نیازی ندارین که جنس رو انبار کنین، چون شما جنس رو حتی ممکنه اصلا نبینین، یعنی اینکه شما جنس رو از تولید کننده میخرین مستقیم، پس و اونها مستقیم جنس رو میفرستن به مشتری های شما، پس این وسط شما لازم نیست که مثل قدیم برین جنس رو بخرین بذارین توی انبار خونتون بعد دونه دونه بفروشین، نه، خود کسی شخصی که مثلا این جنس ها رو تولید میکنه انبار مال اونهاست، اونها وقتی که جنس شما رو دونه دونه فروختین دونه دونه به مشتری های شما میفرسته.
و خوبی دیگه این هست که increase your site traffic if you have a blog. بعد شما میتونین سیل خودتون رو بیشتر کنین، یعنی دست خود شماست که چقدر بخواین مثلا خرید و فروش داشته باشین. مثلا اگر وبسایت ساختین برای این بیزنستون، شما میتونین با تبلیغات ترافیک رو به حساب به اون وبسایت بکشونین و فروش های بیشتری داشته باشین. یعنی کار خیلی فلکسیبلی هست. مثلا اگه دوست ندارین مثلا کم زیاد بفروشین، خیلی کم، لازم نیست اصلا عجله کنین، پول برای تبلیغات و اینها بدین و به حساب خیلی فلکسیبل هست این کار. حالا یه سری بدی ها هم داره این کار، کار دراپ شیپینگ. چی ها هست؟ یکی این که شما روی انبار و مقداری که در انبار ذخیره هست رو هیچ کنترلی روش ندارید. فرض کنین شما یه دونه جنس رو، مثلا همون مثال قبلی رو میزنم، کلاه رو از یه دونه تولید کننده پیدا کردین، ولی اون تولید کنند و اون تولید کننده به شما میگه من این کار رو میکنم، ولی هیچ وقت نمیاد به شما بگه که کی اونها اون به حساب تو خط تولید کلاهشون رو میبندن. البته بعضی از شرکت ها اینطوری هست، بعضی هاشون به شما میگه که من دیگه از این کلاه ها تولید نمیکنم. پس شما کنترل خاصی روی اون قسمت از تولید ندارین، به حساب نمیدونین کی جنس هست یا کی جنس نیست. بعد اینکه شما کنترلی ندارین برای به حساب وقتی که جنس رو تولید کننده مستقیم به مشتری شما میفرسته، شما هیچ کنترلی ندارین. یعنی اون کسی که تولید کننده هست پست میکنه اون جنس رو به مشتری شما، و اگر شما مثلا اگر تولید کننده مثلا تراکینگ نمبر یا جوری به شما خبر نده که آره جنس رو فرستاده به طرف مشتری شما یا نه، شما هیچ وقت نمیدونید که آیا واقعا فرستاده یا نفرستاده. پس در این لحاظ شما کنترل ندارید. ولی این روزها این خیلی کم پیش میاد. خیلی از فروشنده ها چون میخوان خیلی از تولید کننده ها چون میخوان بیشتر جنس هاشون به فروش بره، میرن سریع شیپ میکنن، به حساب میفرستن، پست میکنن اون جنس رو و به شما یک شماره میده که به شما نشون میده که جنس الان به کجا هست و کی به مشتری شما میرسه. خلاصه این خیلی کم پیش میاد، ولی در بعضی موارد شما اصلا هیچ اختیاری ندارین و نمیدونین، هیچ کنترلی ندارین که جنس کجا هست. و نقطه منفی دیگه ای که هست این هست که جنس های شما یک کم مجبور گرونتر از بعض جاهای دیگه باشه، مثلا که جاهایی که به صورت عمده میفروشن، چون شما باید به حساب سود کنی. پس مثلا یک کلاه 10 دلاری رو ممکنه شما لازم باشه که 15 دلار یا 20 دلار بفروشین که یک سودی اینجا وسط به حساب یک مقدار پول برای خودتون بمونه. خیلی از تولید کننده ها مستقیم جنس خودشون رو میفروشن. پس این به این بستگی پیدا میکنه که مشتری شما آیا زودتر وبسایت اونها رو پیدا میکنه، چون اگه وبسایت اونها رو پیدا کنه اون موقع میره جنس رو از خود اونها میخره به جای اینکه جنس رو از شما بخره، چون شما هم گرونتر میدین و هم که مثلا همون جنس رو به حساب گرونتر میدین و ممکنه مثلا احتمالش خیلی کم میشه که جنس رو از شما بخره نسبت به کسی که مثلا وبسایت اون خود شرکت تولید کننده بره. پس این بود بدی هاش. یکی این که کنترل ندارین که چقدر در انبار هست، دوم به وقتی که جنس پست بشه اصلا هیچ کنترلی روی اون ندارین، و اینکه مجبورین قیمت هاتون رو یکم بالاتر ببرین، و خوبی هاش رو هم که به شما توضیح دادم. خب امیدوارم که دراپ شیپینگ رو خیلی خوب برای شما توضیح داده باشم و شما معنی دراپ شیپینگ رو خیلی خوب فهمیده باشید.
در ویدیوهای بعدی انشاءالله میخوام که به شما توضیح بدم چجوری دقیقا از کجا باید شما شروع کنید، چون من خودم وقتی که دراپ شیپینگ رو شروع کردم یه سری اشتباهات خیلی بزرگ رو مرتکب شدم. الان که به اون موقع فکر میکنم میگفتم که ای کاش کسی بود، یه نفر بود که به هم میگفت که از اینجا مثلا دراپ شیپینگ رو شروع نکنم، چون کار اولی که من کردم درست کردن وبسایت بود با شاپفای و میتونم بگم که یکی از اشتباهات من همین بود. ویدیوهای بعدی من رو از دست ندین، من دلیلش رو بعداً در ویدیوهای بعدی حتما به شما میگم که چرا این کار اشتباه هست و انشاءالله که شما اشتباهاتی که من مرتکب شدم رو مرتکب نمیشید. من اگه خدا بخواد میخوام که انشاءالله همه ویدیوهام رو در مورد دراپ شیپینگ در هفته آینده آپلود کنم، پس ممکنه ویدیوهای من رو خیلی سریعتر ببینین در یوتیوب که پشت سر هم میذارم که انشاءالله شما استفاده ببرین و اشتباهاتی رو که من انجام دادم رو انجام ندید. خب امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه، سابسکرایب یادتون نره، لایک ویدیوهای ما یادتون نره، هر سوالی داشتین رو در قسمت کامنت ها بذارین و من حتما جواب میدم. خیلی ممنون، خدا نگهدار شما.